این بحث طلای قدیم و جدید معلوم نشد چیه. طرف میگه دستگاه من میدانیاب طلای قدیمی رو میگیره، جدید رو نمیگیره. خب طلای جدید میدان داره دیگه، میدان الکترومغناطیس با بار یکدیگه مثبت داره که حتی این سیستمای پالسیوی ال اف تی آر بی اف او صوتی بوغیا هم اونا رو میگیرن در عمق کم. خب میگیره، داره میدانش رو میگیره دیگه. پس میدانیاب که میگی یعنی بعد الان میدان طلا رو بگیره، میدان فلز طلا رو الان بگیره، معلوم بشه که میدانیابه. میدان فلزات دیگر هم باید بگیره، ولی طلا چون شاخصه مهمه، چون سخت پاسخ میده طلا به فلزیاب ها، معدنیاب ها، رادارای زمینی دست. این پالسی وی ال اف تی آر وی اف ها که سیستم های صوتی بوقی هم میگیرن طلا رو، فرکانسی هم الان طلا رو در عمق میگیرن با عدد ویدیوهای ترشو 108 پر میدانش رو میگیره. پس شما میگی طلای قدیمی میگیره طلای جدید نمیگیره، اصلا چجوری تستش کردید که طلا رو میگیره؟ بعد چجوری اثبات میکنید که یابنده است؟ پس اگه میگی میدان یابه، بعد الان میدان طلا رو بگیره. طلای جدید قدیم فرقی نمیکنه، میدان داره هر دو تاش. طلا که عمری ازش میگذره انرژی زیادی به اطرافش میده، اون پیدا کردن مرکزش نیاز به دقت عمل اپراتور تو صحنه اصلی کار داره، چون منابع دیگر شبیه خودش میکنه. پس میدان طلا چه جدیدش چه قدیمش وجود داره، طلا میدان داره. باید الان یه فلزیاب، معدنیاب، رادار زمین دستی حرفه‌ای طلا رو در عمق بگیره تا اپراتور بهش اطمینان پیدا کنه، تو صحنه اصلی کار بتونه ازش بهره ببره. طلای قدیم میگیره جدید و نمیگیره واقعیت نداره، یه بحث بیهوده.